توی گرامامه شماره 12 میخوایم در مورد حروف اضافه کشورها صحبت بکنیم. وقتی که از یک کشوری به عنوان مبدأ حرف میزنیم، من از فرانسه میام، من از آمریکا رسیدم، و وقتی که در مورد کشور به عنوان مقصد صحبت میکنیم، من به فرانسه میرم یا مثلا من در ایالات متحده زندگی میکنم. حروف اضافه از، در، به توی زبان فرانسه چطور برای کشورها استفاده میشه؟ گرامامه امروز، گرامامه 12، به این موضوع میپردازه. فقط یادتون باشه گرامامه یعنی گرامر مکالمه محور. ما توی گرامامه بعد از اینکه گرامر رو توضیح میدیم کلی تمرین گرامامه میکنیم. توی گرامامه فقط قرار نیست گرامر بگیم، قرار یاد بگیریم چطور از اون گرامر در جمله سازی استفاده کنیم. سلام، به گرامومه 12 خوش اومدید. قبلا راجع به جنسیت کشورها صحبت کردیم، اینکه چه حروف تعریفی باید براشون استفاده بشه. لو حرف تعریف مذکر، یا ل حرف تعریف مؤنث، یا الاپوستروف، یا ل حرف تعریف جمع. چه کشورهای مذکرن، چه کشورهای مؤنثن، کدومشون جمعن. گرامومه شماره 6 اگر فراموش کردید میتونید برای اینکه دوباره یادتون بیاد مراجعه کنید به گرامومه شماره 6، چون برای بحث امروز بهش نیاز داریم. میدونید ما برای کشورها در دو حالت حرف اضافه استفاده میکنیم. یک، وقتی که میخواییم در مورد کشوری به عنوان مقصد صحبت کنیم، مثلا من به فرانسه میرم، من به آمریکا میرم، یا من در فلان کشور زندگی میکنم. تو این حالت بسته به این که کشور شما مؤنث باشه، مذکر باشه، با حرف صدادار شروع شده باشه یا نه، و جمع باشه، حرف اضافه که استفاده میکنید متفاوته. برای کشورهایی که مذکرن و با حرف بی صدا شروع میشن، مثل مغوک، لو مغوک، یا کانادا، لو کانادا، حرف اضافه که استفاده میکنیم او هست. او مغوک، به مراکش یا در مراکش. او کانادا، به کانادا یا در کانادا. جابیت او کانادا، من در کانادا زندگی میکنم. جو وی او مغوک، من به مراکش میرم. برای کشورهای مؤنث از حرف اضافه آن استفاده میکنیم، مثل لفرانس، آن فرانس، به فرانسه یا در فرانسه. جابیت آن فرانس، من در فرانسه زندگی میکنم. جو وی آن فرانس، من به فرانسه میرم. جتودی آن فرانس، من در فرانسه درس میخونم. اما حرف اضافه آن برای حالت دیگه هم استفاده میشه، و اون وقتی که کشور شما یک کشور مذکره اما با حرف صدادار شروع میشه، مثل ایران. ایران یک کشور مذکره ولی با ای شروع میشه. بنابراین از حرف اضافه او استفاده نمی کنیم، از حرف اضافه آن استفاده میکنیم، که البته لیزون میشه. آن ایران نمیگیم، میگیم آن ایران. دقت بکنید که ان در حرف اضافه آن باید لیزون بشه. آنیغا، یعنی ان کاملا خونده میشه. جابیت آنیغا، من تو ایران زندگی میکنم. جووه آنیغا، من به ایران میرم. و برای کشورهایی که جمع هستن، مثل لزت زونی، حرف اضافه که استفاده میکنیم برای بیان اون کشور به عنوان مقصد، حرف اضافه او با یه ایکسه، که باید دقت بکنید این ایکس اگر لیزون بشه، یعنی اگر کشور شما با حرف صدادار شروع بشه، ایکس خونده میشه و ز تلفظ میشه. او زتا زونی، او زتا زونی، به آمریکا یا در آمریکا. جووه او زتا زونی، جووه او زتا زونی، جووه او پیبا. پیبا در واقع به معنی هلند، میبینید که با پ شروع میشه، لیزونی صورت نمیگیره، ولی خود پیبا یک در واقع کلمه جمع هست. لپیبا، لپیبا، پس میگیم او پیبا با ایکس، ولی ایکسش خونده نمیشه. اما این وسط یه پرانتز باز کنم و یه نکته کوچیک در مورد شهرها. باز دوباره در مورد بحث جنسیت شهرها من صحبت کردم تو گرامومه 6. تو این گرامومه در مورد حرف اضافه که برای شهرها استفاده میشه ا هست، یعنی جنسیتی ما براشون قائل نیستیم. ا پاری، جو وی ا پاری، جو تراوای
آ برلین، من در برلین کار میکنم و الی آخر. اما حروف اضافه که استفاده میکنیم برای بیان کشورها در حالت مبدأ باز به جنسیت و جمع مفردشون برمیگرده. برای کشورهای مذکر از حرف اضافه دو استفاده میکنیم. Je reviens du Canada. من از کانادا برمیگردم. Ils arrivent du Maroc. اونها از مراکش میرسن. برای کشورهای مؤنث دقت بکنید که از حرف اضافه دو استفاده میشه. خیلی ساده از حرف اضافه دو. کشورهای مؤنثی که با حرف بی صدا شروع میشن. دو فرانس، از فرانسه. Je viens de France. من از فرانسه میام. اما کشورهایی که با حرف صدادار شروع میشن از حرف اضافه د اپوستروف استفاده میکنیم. دیران، از ایران. دسپانی، از اسپانیا. مؤنث و مذکرش فرق نمیکنه. در هر صورت ما از حرف اضافه د اپوستروف استفاده میکنیم. Je viens d'Iran. من از ایران میام. Vous arrivez d'Espagne. شما از اسپانیا میرسید و الی آخر. و در نهایت برای کشورهای جمع مثل les États-Unis از حرف اضافه د استفاده میکنیم برای بیان کشور به عنوان مبدأ. Je viens des États-Unis. دقت بکنید که اس د لیزون میشه و ز تلفظ میشه. Je viens des États-Unis. من از ایالات متحده یا من از آمریکا میام. و اما از جمله های ساده من از فلان جا میام و من به فلان جا میرم یکم بیایم بیرون، حالا یاد بگیریم که چطور این حرف اضافه ها رو توی جملات یک کمی قشنگتر و قویتر و حرفیتر به کار ببریم. چند تا مثال خوب براتون آماده کردم. نگران نباشید، این جمله ها جوری نیست که از سطح گرامری شما بالاتر باشه، صرفا یک کمی جملات قشنگتر و حرفیتره و باعث میشه که شما یک سری عبارت ها، یک سری قید ها و یک سری اصطلاحات خوب یاد بگیرید. بریم برای جمله اول. ملانی اتودی پور اون انه آن انگلتر. ملانی اتودی پور اون انه آن انگلتر، یعنی ملانی برای مدت یک سال توی انگلستان درس میخونه، یا یک ساله که در واقع توی انگلستان درس میخونه. آن انگلتر، انگلتر میبینید بچه ها در واقع با حرف صدادار شروع میشه، پس ما باید از حرف اضافه آن استفاده بکنیم که البته لیزون میشه، میگیم آن انگلتر، آن انگلتر. کریستوف ابیت او پرتوگال دپوی ست اته. کریستوف ابیت او پرتوگال دپوی ست اته. کریستوف از این تابستون در پرتغال زندگی میکنه. پرتغال کشور مذکر با حرف بی صدا شروع میشه، از پرپوزیسیون او استفاده میکنیم. دو پوی دقت بکنید معنی از میده، هم البته برای موقعیت های مکانی استفاده میشه، هم زمانی که اینجا زمانیه. دو پوی ستته یعنی از این تابستون. Mes cousins désirent faire un voyage en Allemagne. یعنی در واقع پسرموهای من میخوان، فل دزیره یعنی خواستن، میخوان که در واقع یک سفر به آلمان داشته باشن، یک سفر به آلمان انجام بدن. کشور آلمانی یک کشور مؤنثه، پس در نتیجه از حرف اضافه آن استفاده میکنیم که البته لیزون میشه آن آلمانی. سو تابلو نو ویان دیرکتومان دیتالی. یعنی این تابلو در واقع مستقیما از ایتالیا برای ما میاد. نو اینجا یعنی برای ما، ضمیر مفعولیه، بهش دقت داشته باشین. سو تابلو نو ویان یعنی این تابلو برای ما میاد. دیرکتومان مستقیما دیتالی از ایتالیا. گفتیم که برای اینکه راجع به کشوری به عنوان مبدا صحبت بکنیم اگر با حرف صدادار شروع شد از حرف اضافه د اپوستروف استفاده میکنیم. دیتالی یعنی از ایتالیا. الودی پار بیانتو ان وکانس او پیبا. یعنی الودی به زودی میره به تعطیلات در هلند. اینجا میبینید پیبا جمع هلند، بنابراین از حرف اضافه او استفاده میکنیم که ایکسش البته خونده نمیشه. عبارت پار ان وکانس یعنی میره تعطیلات. پختیر ان وکانس یعنی به تعطیلات رفتن.
Avec ce diplôme, il peut travailler en France. یعنی با این دیپلم میتونه توی فرانسه کار بکنه. با این مدرک، دیپلم یعنی مدرک، میتونه تو فرانسه کار بکنه. فرانسه مؤنثه، بنابراین از حرف اضافه آن استفاده میکنی. Depuis longtemps, je rêve d'aller à Athènes. Depuis longtemps, je rêve d'aller à Athènes. یعنی از خیلی وقت پیش رویامه که برم به آتن. میبینید آتن بچه ها چون شهره گفتیم از حرف اضافه ا استفاده میکنیم. عبارت depuis longtemps خیلی کاربردی، یعنی از خیلی وقت پیش. depuis یعنی از و longtemps یعنی مدت زمان طولانی. depuis longtemps یعنی از خیلی وقت پیش. و فعل rêve دو یعنی رویایی چیزی رو داشتن که بعدش مستر میاد. je rêve d'aller یعنی رویامه که برم à Athènes, به شهر آتن. La famille de Philippe est rentrée du Canada ce matin. خانواده فیلیپ امروز صبح از کانادا برگشتن، اومدن. اینجا کانادا رو داریم، مذکره با حرف بی صدا شروع میشه، پس از حرف اضافه دو استفاده میکنیم. اما برسیم به نکته گرامومهی مهم امروز، بعد از اینکه مثالهای خوب رو بهتون دادن برسیم به نکته گرامومهی. میدونید بچه ها یکی از بهترین روش هایی که من همیشه توصیه میکنم و آخر گرامومه شاید مهمترین بخش گرامومه باشه، چون گرامر رو شما عملا در خدمت جمله سازی میگیرید، این هست که شما جملات رو صرف بکنید. مثلا جمله avec ce diplôme il peut travailler en France میتونه در دو حالت صرف بشه، همین حالت، حالت مثبت و حالت منفی. در حالت مثبت مثال میزنم براتون، سه تاشو صرف میکنم، بقیه‌شو میسپارم به عهده خودتون که خیلی ویدیو طولانی نشه. Avec ce diplôme, je peux travailler en France. Avec ce diplôme, tu peux travailler en France. Avec ce diplôme, il peut travailler en France و الی آخر. برای بقیه‌شم صرف کنید ضمیر ال، اون، نو، وو، ایل و ال در حالت جمع. حالا همین جمله رو منفی میکنیم و صرف میکنیم. avec ce diplôme il ne peut pas travailler en France، یعنی با این دیپلم نمیتونه تو فرانسه کار بکنه. میبینید جمله رو منفی کردیم، حالا جمله منفی رو صرف میکنیم. avec ce diplôme je ne peux pas travailler en France. avec ce diplôme tu ne peux pas travailler en France. avec ce diplôme il ne peut pas travailler en France و الی آخر. باز دوباره با بقیه ضمیرها هم برای خودتون صرفش کنید. دقت کنید برای تمام این جملاتی که تا حالا براتون مثال زدم، هر کدومش که قابل صرفه صرف کنید، حالت منفیش هم صرف کنید. این قضیه بسیار کمک میکنه به شما در راه افتادنتون، در کلامتون، در خوب صحبت کردنتون و اینکه شما گرامری رو که یاد گرفتید بتونید در خدمت جمله سازی و مکالمه در. مرسی از این که تا آخر گرامومه امروز با من بودید. تا گرامومه 13 هم خداحافظ.